رسیدن. قصه شعوانه یه قصه معروفیه. رقاصه ای بود در بصره، میگن آوازه خان بود، رقاصه بود، پولی به هم زده بود، دیگه عروسی و مجلس جشن و سرور و لهو و لعبی در بصره نبود، مگر اینکه بصره در بصره این حرف اول رو شعوانه میزد. تو او جلسه شعوانه شرکت داشت، میرفت کنیزای خیلی زیبا خوش صدا رو میخرید، اینا رو روشون کار میکرد، رقاصشون تربیت میکرد، آواز خونی یادشون میداد، تو مجالس لهو و لعب کوچیک اینا رو میفرستاد، جلسات اشراف و جلسات بزرگان طوائف و قوائر رو خودش میرن. قصری داشت، غلامی داشت، خدمی داشت، حشمی داشت، پول و منال عجیبی، معروفم بود در عراق به عنوان ای که بهترین رقاص و آوازخوان شعوانه بصره است. تا یه روز با چند تا از کنیزاش داشت رد میشد، از یه کوچه ای دید در یه خانه ای بازه، از درون یه خانه صدای ناله و گریه بلند، تعجب. بعد از ظهری به یکی از کنیزاش گفت برو تو این خانه ببین چه خبره، چرا اینقدر صدای شیون میاد. حالا کسی که سالهاست غرق در گناه، مرکب عالی ابلیس شده، اصلا خودش شده شیطان. کنیزه رفت برنگشت، کنیز دوم فرستاد گفت تو هم برو ببین چه خبر شده، مثل او یکی نری. نه یا یا، او رفت اونم نیمد. به سوم این کنیز گفت بابا برو ببین چه خبره، چرا این دوتا نیمدن، اونم رفت نیومد. به کنیز چهارم رفت نیامد. به کنیز پنجم گفت برو سری برگرد، رفت سری برگرد با چشم گریان، گفت شعوانه خودت بیا و ببین، و برگشت. شعوانه خیلی تعجب کرد، آمد وارد شد، از دالان منزل که وارد شد رفت وارد حیات شد، دید یه منبر گذاشتن، یک واعظی رو منبر نشسته و داره تفسیر میکنه این آیه رو که علم یعلم به ان الله یرا، نمیدانید که خدا شما رو میبینه؟ چرا در محضر خدا گناه میکنید؟ آقا این حرف میزنه، مردم بلند بلند گریه میکنه. دید کنیزش هم یه گوشه نشستن دارن گریه، شروع کرد گریه کردن. الله اکبر، میگفت هر سخن از دل براید لاجرم بر دل نشیند. بذارید من یه حقیقتی رو خیلی رک براتون بگم. خیلی وقتا که منبر منو، من کاری با بقیه سخنرانها و وعاظ و خطبا ندارم، من خودم رو میگم، ای که گایی منبرای من اثر رو دل مردم ندارد، همش تقصیر لقمه حرومی که مستمع خورده نیست، یه ذرش هم تقصیر خود منه. اگه حرف از دل من بیرون بیاد بر دل مستمع هم میشینه. گاهی وقتا حنجره ما حنجره پاک نی، گاهی صدای ما صدای خالص نی، گاهی منبر ما درش ریا هست، تقصیر منه که اثر نداره. بعضی جوان ها میپرسن آقا ما پای منبر میایم هیچ اثری نداره، اصلا انگار نه انگار که اومدیم پا منبر، مگه روزه نیست؟ مگه این جلسات استحمام روح نیست؟ چطور آدم حمام بره و هیچ تأثیری از نظر ظاهری نداشته باشه؟ حمام آدم برو بیان بعد ببینه بازم خاکالوده، بازم چرکینه، بازم کثیفه، علتش منم هستم. اون واعظ نمیدونم کی بوده، اون خطیب نمیدونم کی بوده، ولی وقتی حرف میزده خودشم گریه میکرده، مستمعینم با حال. من باید یه آتیشی داشته باشم تا خرمن شما رو هم آتیش بزنم. وقتی من خود واعظ، من سخنران خودم هیمه ندارم، خودم آتیش ندارم، خودم سوز ندارم، چطور من میتونم شما رو آتیشی کنم؟ چطور میتونم شما رو شعله بر کنم؟ چطور میتونم به شما سوز بدم؟ مشکل منم هست آقا، اینو بعد اعتراف کرد. شروع کرد شعوانه گریه کردن. اون آشیخ میگفت مردم و شعوانه و کنیزاش گریه میکرد. جلسه که تموم شد شعوانه آمد خدمت اون خطیب، اون واعظ، اون روزخان. گفت آقای روزگان شما که میگی خدا مهربونه
و هر که هر گناهی بکند اگر بخواد به خدا آشتی بکنه راش بازه. یعنی هر گناهی کرده باشه آدم، گفت گناهات اگر به تعداد ستارگان آسمان باشه، و حتی اینجوری بهت بگم خانم، اگه گناه شعوانه رو هم کرده باشی و توبه کنی خدا میبخش. تا گفت شعوانه، صدای ناله شعوانه رفت بالا. واعظ گفت چرا اینجور خانم گریه میکنی؟ گفت او شعوانه روسیاه بدبخت که شهره بازار و آفاق شده منم. من کارم به جایی رسیده که حالا خطکش گناهکارا شدم. گفت تو شعوانه این گواره؟ گفت من نمیشناختم، من قصد جسارت نداشتم خدا شاهده، ما شنیده بودیم شعوانه خیلی گناه کرده. گفت آره من شعوانم. گفت شعوانم که باشی خدا ارحم الراحمینه، با خدا میتونی آشتی بکن. آیون به خصوص جوانهای عزیز، شعوانه رقاصه مربی رقاصی و کسی که بسیار رقاص تربیت کرد و مجالس لهو و لعب مردم رو خودش و شاگرداش میچرخون، آشتی کرد با پروردگار، کارش به جایی رسید که تمام لباسا، زندگی، خونه رو همه رو داد، مؤمنین بصره اومدن یه حجره براش گرفتن، زنای مؤمنه بصره لباس براش آوردن و اینقدر گریه می کرد و اینقدر ناله می کرد که مجلسی از مؤمنین نبود که شعوانه را دعوت کنن بیاد قسمت زنانه، او گریه کنه و مردم از ناله شعوانه ناله کنن. کار به جایی رسید که سرطانه می آوردن، مریض دکتر جواب کرده می آوردن، شعوانه گریه می کرد، ناله می کرد، دعا می کرد، مریضی که با برانکا می آوردنش با پای خودش بر می گرد. شد مستجاب الدعوه. میشه با خدا آشتی کرد، میشه در خانه خدا آمد. و اگر شیطان بعضیا رو شیطانی میکنه به خاطر اینه که خودشون خواستن شیطان بر او سلطه پیدا بکنه، و خیلی ها بودن خیلی عبادت کردن ولی یک چراغ صد نشونه شیطان دادن همش از بین رفت. مثل شیخ صنعان. شیخ صنعان سنی بود، حافظ قرآن بود، خادم مسجد بود، مثل عبدالملک ابن مروان لعنت الله علیهم اجمعین، عبدالملک رو میگفتن حمامت المسجد، کبوتر مسجد بود، یا نماز میخون یا قرآن میخون یا در مسجد استراحت میکرد، غیر این سه کار کاری نداشت. دائم الذکر، دائم الوضو، دائم در حال عبادت، دائم در حال قرائت قرآن. بهش گفته بودن کبوتر مسجد. کسی که یه عمر تو مسجد باشه بعد بیاد ببینید به چه جنایات. شیخ صنعان هم همینو میگفتن، معروف بود به کبوتر مسجد. خودش در مسجد واز میکرد، خودش امام جماعت بود، خودش خادم بود، دائم تو مسجد زندگی میکرد، دائم هم در حال قرآن و عبادت بود. یه رو رفت بالای معزنه اذان بگه، رو پشتبان که داشت اذان میگفت چشمش افتاد به حیات منزلی از منازل اطراف مسجد، دید یک دختر خانمی داره کنار حوض لباس میشوره. حالا بعد از 40 سال عبادت، میگفتن محاسن جوگندمی شده بود، یعنی از 40 سنش گذشته بود، نزدیک 50 سالش. وسط اذان دختره رو که دید شیطان وجودش رو گرفت، اذان رو نیمه کاره رها کرد اومد پایین، یه راست رفت در خانه ای دختره، در رو زد، باباش اومد دم در، گفت شما؟ گفت من شیخ صنعانم. شما؟ گفت من ترسای مسیحی هستم. تو اینجا چیکار داری؟ گفت هیچی، من عاشق دخترت شدم، اگه اجازه بدی بیام برای خواستگاری دختره. گفت ما دختر به دختر مسیحی ما به مسلمان نمیدیم، اونم آخوندشون، خدا پدرتو بیامرزه، برو بابا، به مسلمان نمیدیم دیگه، چه برسه به شیخشون. گفت ما اگه بخوایم داماد شما بشیم چیکار باید بکنیم؟